بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شما را به جلسه 55 مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم. خدا کنه که از جلسات قبلی که ما شما در این مضمون با هم دیگر داشتیم برداشت عظیمی را انجام برده باشین و بحثا را همچنان به شکل درست و دقیقش قسمی که بار بار به شکل مکرر ما از شما تقاضا کردیم که تمرین های کتابتان و همچنان تمرین های دیگری که در بحث های مرتبط به مضمون ما و شما کتابال در بخش ریاضیات و فرمول ها خواندیم او را همیشه انجام بدین تا که خدا بخواه بحث ها به شکل کاملش نزد شما باقی بمانه و امو برداشت کامل از مضمون انشاءالله داشته باشین. در جلسه گذشته ما و شما در قسمت تمویل اشتراکی در شرکت های سهامی صحبت کردیم و اونجا بحث ما شمایی بود که شرکت های سهامی همی بستر تمویل اشتراکی و یا گستره استفاده از تمویل اشتراکی در شرکت های سهامی زیادتر مساعد است و شرکت های سهامی بیشتر میتونن و بسیار با آسانی از تمویل اشتراکی استفاده کنن. دلیل شامی بود که شرکت های سهامی بسیار به سادگی میتونن اسناد سهم و یا اسناد قرضه را در بازار سهام به نشر برسانن و با استفاده و یا با بحثی که قوانینی که وجود دارد و قسمت بسیار کار برای تمویل اشتراکی شرکت های سهامی ساده ساختن. در جلسه امروز ما شما چگونگی افزایش سرمایه را در شرکت های سهامی به بحث میگیریم. وقتی که ما شما روی تمویل اشتراکی و آسان بودن تمویل اشتراکی بحث کردیم و موارد مختلف شرکت های سهامی را به تشریح پرداختیم، بهتری است که آله به بحث بپردازیم که چیگونه سرمایه در شرکت های سهامی افزایش پیدا میکنه. چگونگی افزایش سرمایه در شرکت های سهامی مفهومش هی است که ما شما در واقع بحث به این طرف میبریم که سرمایه یا تشکل سرمایه و یا چگونگی شکل گرفتن سرمایه در شرکت های سهامی چگونه است؟ شرکت های سهامی به کدام نوع میتونن که سرمایه خود افزایش بتن و یا از ذخایر و موضوعاتی که وجود دارد در بحث های شرکت های سهامی استفاده کنند و به همین لحاظ تقسیم و یا چگونگی افزایش سرمایه را به دو بخش میتونیم که تفکیک کنیم، از دیدگاه اقتصادی و از دیدگاه حقوقی. از نگاه اقتصادی افزایش سرمایه در شرکت های سهامی باز به دو بخش تقسیم میشه. یکی افزایش سرمایه اسمی است یا اونمو اندازه افزایش اسهام و یا اسناد سهم یا اسناد بهادار شرکت و شکل دیگهش افزایش ذخایر مفاد است. پس از نگاه اقتصادی ما شما افزایش سرمایه را در شرکت های سهامی به دو شاخه دیگه تقسیم کرده میتونیم. از نگاه اقتصادی به این دو شاخه تقسیم میشه، افزایش سرمایه در شرکت های سهامی، افزایش تعداد اسهام است یا تعداد سهام است که در واقع مفهوم اصلی یا مفهوم از سرمایه اصلی شرکت ها را به خود میگیره و افزایش در ذخایر مفاد است. افزایش تعداد اسهام چیگونه سرمایه را افزایش میده کمپانی که از دید اقتصادی ما شما بحث کردیمش، به این معنا وقتی که یک کمپانی فرض میکنیم با 1,000,000 افغانی یک شرکت سهامی به کار آغاز کرده و 10 سهم یا 10
اوراق سهم در بازار نشر کرده که هر ورق سهمش تصور کنیم 100,000 افغانی می باشه. حالا اگه این کمپانی بعد از یک سال یا دو سال تصمیم میگیره که اسهام خود یا سرمایه خود افزایش بده، به جای 10 سهم تعداد اسهام انتقال میده به 15 سهم. یعنی اگر 1,000,000 افغانی با 10 سهم آماده شده بود، وقتی که به 15 سهم افزایش پیدا کنه، اتومات 1,500,000 افغانی میشه. یعنی سرمایه اسمی کمپانی یا سرمایه اصلی کمپانی با افزایش تعداد اسهام چی میشه؟ زیاد میشه. با 10 سهم 1,000,000 افغانی بود، اما با 15 سهم به 1,500,000 افغانی بسیار با آسانی ارتقا کرد و افزایش پیدا کرد. افزایش ذخایر مفاد به چی معنا؟ کیام نوع اقتصادی را از نظر افزایش سرمایه در شرکت های سهامی از دیدگاه اقتصادی مطرح بحث است که با افزایش ذخایر مفاد یا افزایش مفاد کمپانی یا شرکت سهامی در واقع اندازه سرمایه شرکت بزرگ شده میره. چون ما شما در بحث های قبلی خود گفتیم که تمویل میتونه که به شکل تمویل خودی از ذخایر مفاد یا ذخایری که در کمپانی موجود است صورت بگیره. پس این ذخایری که در کمپانی سهامی میتونه با افزایش مفاد که مفادم توزیع نشه و با وجود بیه، اینمی ذخایر سبب افزایش سرمایه در شرکت های سهامی میشه. پس وقتی که ما شما چگونگی افزایش سرمایه را گفتیم بحث کنیم، از نگاه اقتصادی مطرح بحث است و از نگاه حقوقی. از نگاه اقتصادی شه اول گرفتیم که به دو شاخه عمده تقسیم میشه که افزایش تعداد سهام اما سرمایه اصلی را افزایش میده و افزایش ذخایر مفاد توزیع نشده در واقع بازم سرمایه را به شکل افزایش میده. نوع دومش از نگاه حقوقی است. افزایش سرمایه در شرکت سهامی از نگاه حقوقی چگونه است و به کدام مفهوم در واقع ارائه میکنه؟ افزایش سرمایه در شرکت سهامی از نگاه حقوقی تنها برمیگرده به یک نوع سرمایه، کنم سرمایه اصلی است. کی سرمایه اصلی را ما شما گفتیم که با امو اسهام یا در واقع با تعداد سهم مطرح میشه که در کمپانی یا شرکت با کدام اندازه اسهام در کمپانی وجود داره و این کمپانی میتونه که با مو اسهامی که داره سرمایه خود داشته باشه و با افزایش از او در واقع از نگاه حقوقی سرمایه را افزایش داده میتونه. یعنی مثال که قبلا ما شما در بعد اول اقتصادی، چون از نگاه اقتصادی به دو بعد یا به دو شاخه ما شما تقسیمش کردیم که یک بعدش اقتصادی بود که بعد سرمایه اسمی یا سرمایه اصلی بود و بعد دیگهش ذخایر مفاد. در بعد سرمایه اسمیش یا سرمایه اصلی ما شما بحث کردیم و مثال دادیم که یک شرکت فرض کنیم 1,000,000 افغانی سرمایه داره و ایره با 10 سهم که در بازار داره تمویل کرده، وقتی که بخواید که سرمایه را زیادتر بسازه باید تعداد اسهام هم چی بسازه؟ زیادتر بسازه. و نمو مثال از نگاه حقوقی مطرح بس است و میتونه که بود حقوقیش برای ما شما نشان بده. اما از نگاه حقوقی افزایش سرمایه به چند شکل صورت میگیره؟ افزایش سرمایه در کل از نگاه حقوقی به سه شکل عمومی صورت میگیره یا به سه شکلی که ما شما میتونیم او را داشته باشیم. نوع اولش افزایش عادی سرمایه. افزایش عادی سرمایه مفهومش ایست که هر زمانی که شرکت احساس کنه که نیاز به سرمایه بیشتر داره و نیاز به تمویل سرمایه در شرکت سهامی احساس شوه، شرکت باید اساسنامه شرکت تغییر بده و مجموع عمومی را دایر کنه و تعداد اسهام خود بلندتر ببره. افزایش عادی سرمایه به این معناست.
افزایش عادی سرمایه مفهومش این است که هر زمانی که شرکت احساس میکنه که به سرمایه بیشتر نیاز داره، در شرکت های سهامی مطرح بحث ما شماست، شرکت میتونه که مجمع عمومی خود دایره کنه، اساسنامه را تغییر بده و با تغییر اساسنامه اندازه اسهام خود یا اندازه نشر اسهام در بازار تغییر دهش بیاره. مثلا مثالی که اگه یک شرکت 10 سهم داره، با 10 سهم فعالیت میکنه در شرکت، حالا احساس میکنه که باید 5 سهم دیگه هم نشر کنه و پول زیادتر در اختیار داشته باشه. ایره در صورت میتونه این 5 سهم که مجمع مجمع عمومی دایر شود، اساسنامه شرکت تغییر بخورد. در این صورت باز میتونه که این 5 سهم افزایش بده و 5 سهم دیگه هم به نفع شرکت و یا در واقع به شرکت خود وارد کنه. ای افزایش عادی سرمایه است، یعنی روال عادی شرکت های سهامی است که با می روال شرکت های سهامی میتونن اسهام خود در بازار زیادتر بسازن و سرمایه بیشتر به دست بیارن. دومین نوش که از نگاه حقوقی مطرح بحث است، افزایش منظور شده سرمایه است. عیناً بحث افزایش منظور شده مفهومش اون است که مثل افزایش عادی وارد در واقع با انتشار اسهام و یا با افزایش سهم میتونه در بازار سرمایه خود تمویل کنه. اما فرق افزایش منظور شده با افزایش عادی سرمایه چیست که در افزایش منظور شده شرکت و یا رهبری شرکت باز نیاز به دایر نمودن مجمع عمومی ندارند و تغییر اساسنامه را الزاماً نیاز ندارند. در افزایش منظور شده قسمی که از نامش پیداست، بعضی موارد در اساسنامه قبلی به شکل منظور شده موجود می باشه و در واقع دست باز می تبره شرکت ها و یا مالکین شرکت که بتانند با استفاده از اونمو مجرا اسناد بیشتر نشر کنن و در واقع تمویل کنن وجوه خود. افزایش منظور شده سرمایه یا افزایش منظور شده سرمایه در شرکت های سهامی مفهومش این نیست که قبل از قبل در اساسنامه شرکت یک موضوع ذکر می باشه و با درج این موضوع در واقع مدیران یا رهبری کمپانی دست باز دارند در قسمت احیا و یا اسناد اضافه نشر اسناد سهم یا اسناد قرضه یا دیگه اسناد بهاداری که وجود داره. نوع سومش افزایش مشروط سرمایه است. در افزایش مشروط سرمایه بحثی است که از افزایش مشروط زمانی صحبت میشه که شرکت به اساس اساسنامه یا با تغییر آوردن در قوانینی که شرکت داره اسناد قرضه را به اسناد سهم تبدیل میکنه. یعنی در واقع افزایش مشروط سرمایه به این معناست که شرکت اسناد نشر کرده در بازار، اما یک مجرا یا یک راه در او اسناد گذاشته که اونمو اسناد سهم ارائه شدهش در بازار، اسناد سهم، اسناد قرضه نشر شدهش در بازار بتانه که به اسناد سهم تبدیل شود. شما میفهمین که فرق بین اسناد قرضه و اسناد سهم وجود داره. در اسناد قرضه افراد مالک شرکت نیستند، فقط با مبلغ یا با فیصدی که ذکر شده در اسناد میتونن رب به دست بیارن، اما در اسناد سهم افراد یا سهمداران در واقع در نفع و ضرر شرکت شریک میشن و در واقع با سرمایه کلی یا شراکت حاصل میکنن. پس به این معناست که افزایش مشروط سرمایه، یعنی تا بالا که ما شما هرچه صحبت کردیم از افزایش سرمایه صحبت میکنیم، یعنی سرمایه در واقع حقوق مالکین یا سهمداران در شرکت به کدام گونه زیاد میشه. که نوع سیومش که افزایش مشروط است، یکی از انواعش است که اسناد قرضه را که شرکت نشر کرده
میتونه که ایره باز به اسناد سهم تبدیل کنه و جزء سرمایه شرکت بسازه. در جنبندی بس که ما شما گفتیم چگونگی افزایش سرمایه از دو نگاه مطرح بس است، از نگاه اقتصادی را که بس کردیم به دو شاخه تقسیم میشد، افزایش مفاد و خود افزایش سرمایه اصلی، و از نگاه حقوقی تنها هم افزایش سرمایه اصلی را در بر میگیره که به سه گونه ذیل میباشه: افزایش عادی که با تغییر اساسنامه مبالغ یا تعداد سهام زیاد میکنیم، افزایش منظور شده سرمایه که در اساسنامه پیش بینی شده که چقدر سهم اضافه نشر شود، و افزایش مشروط سرمایه به این معنی که اسناد قرضه را به اسناد سهم تبدیل میکنیم. خدا کنه که از موضوعات برداشت کامل انجام برده باشین. تا جلسه بعد، خداوند یار و مددگارتان.